اگر قصد خرید توتی داری با ویژگی های ظاهری توتی سالم باید حتما آشنا باشی پس این ویدیو رو تا انتها ببین که خیلی به دردت میخوره اول اینکه از یه فروشنده قابل اطمینان و خوشنام توتی سالم بخر یعنی از هر جایی پرنده نگیر یا اگر گرفتی همون اول ببرش پیش یه متخصص پرندگان تا کامل پرنده رو معاینه کنه که اگه مشکلی داره مشخص بشه که پشیمونی به بار نیاد. توتی ها انواع مختلفی دارند و ممکنه بعضی از رفتارها بین اونها مشترک باشه ولی خصوصیاتی هم وجود داره که کاملا اونها رو از هم متمایز میکنه. پس باید ببینی توتی مورد نظرت چه خلق و خویی داره و نحوه نگهداری اون چگونه هستش. بارها دیده شده ملاک انتخاب در بین علاقه مندان در هنگام خرید توتی ظاهر اونها بوده ولی اگر بپرسید که خصوصیات رفتاری این نژاد چیه و در مورد رژیم غذایی اون چه نکاتی وجود داره هیچ اطلاعاتی ندارند و این خیلی بده بعضی از توتی ها کم سر و صدا هستند بعضی ها پر سر و صدا مثلا مرغ ها که در گروه توتی سانان قرار دارند کلی سر و صدای ریز دارند معمولا توتی های بزرگتر صداهای بلندتری دارند. بعضی هاشون عمر کوتاهتری دارند نسبت به بقیه و بعضی از اونها مثل یک انسان عمر می کنند. بعضی ها گرد پر کمی دارند، بعضی ها بیشتر. خلاصه که اول باید اطلاعات کافی جمع کنید. در این ویدیو ویژگی های ظاهری توتی سالم رو بررسی میکنیم لطفاً لطفا دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو روشن کن و همراه ما باش. چشم های باز، سالم و درخشان مهمترین ویژگی یک توتی سالمه. دقت کنید که چشم توتی نیمه باز یا دارای زخم یا قرمزی و پف کردگی نباشه. هر کدوم از این علائم میتونه نشونه از یک بیماری در پرنده باشه. چشم های توتی سالم فاقد هر گونه ترشح هستش و کاملا شفافه. سوراخ های بینی باید کاملا تمیز و سالم باشند. بینی یک توتی سالم نباید دارای التهاب، قرمزی، ترشحات و یا گرفتگی سوراخ ها و سنگ بینی باشه. اگر غذای توتی فقط تخمه و مغزهای چرب باشه، مشکل سنگ بینی در پرنده تشدید میشه. در تغذیه توتی سانان باید از میوه ها و سبزیجات حتما استفاده کنید. پوست بدن یا صورت پرنده سالم بدون التهاب، خراشیدگی، قرمزی و پف کردگی باید باشه. به استخوان جناق پرنده دست بزنید. نباید بیرون زدگی داشته باشه. چون اگر بیرون زده باشه، نشونه تغذیه نامناسب پرنده است. لطفا ویدیوی سینه در پرندگان رو حتما ببینید. پرهای بدن یک پرنده سالم، زیبا، یک دست و مرتبه درست مانند پولک های ماهی مرتب و منظم روی هم خوابیده باید باشند. کیفیت رنگ پرها هم خیلی مهمه. پرها باید شفاف، پراغ و با کیفیت باشند و به هیچ وجه نباید کدر باشند یادارای دارای خوردگی و جویدگی باشند. پرنده ای که سالمه و تغذیه صحیح و استاندارد داره قطعا پرهای با کیفیتی هم داره. وجود هر گونه کچلی یا خالی بودن قسمتی از بدن پرنده از پر نشونه بیماری های خاص، پرکنی یا مشکلات عصبی و افسردگی در پرنده هستش. ماینه مخرج توتیسانان خیلی مهم و ضروریه. توجه کنید که نباید هیچ گونه فضله ای به قسمت مخرج توتی چسبیده یا از اون آویزون باشه. همچنین مخرج یک توتی سالم نباید متورم باشه یا دچار بیرون زدگی و قرمزی شده باشه. پاهای سالم بدون التهاب هستند و قرمزی، کثیفی، تورم و زخم ندارند. کف پای پرنده رو با دقت بررسی کنید چون معمولا توتیسانانی که در شرایط بدی مانند شرایط بد محیطی و یا غذای نامناسب نگهداری میشن یا نشیمنگاه زیر پای اونها استاندارد نیست دچار بیماری های پا از جمله شقاق پا میشن شکل ظاهری ناخونها باید کاملا طبیعی باشه به رنگ و شکل ناخونها دقت کنید قبل از خرید توتی توجه کنید جایی از بدن توتی آسیب ندیده باشه به طور مثال اندام های حرکتی مثل پاها و بالها درست عمل کنند اجازه بدید در یک فضای نسبتا مناسب توتی کمی حرکت کنه اگر مشکلی در پاهاش وجود داره هم در این حالت و هم با لمس کردن با دستاتون میتونید تا حدی متوجه بشید به نوع نشستن بر روی کف قفس یا چوب نشیمن دقت کنید بالهای توتی سالم راحت باز و بسته میشن و نباید علاوه بر ظاهر پرهای اون در قسمت بندی التهاب یا برآمدگی غیرعادی وجود داشته باشه. پرنده های سرحال و سالم دارای منقار یک دست و تمیز بدون شکستگی و لایه لایه هستند. رنگ منقار باید طبیعی باشه. از نشونه های سلامتی یک پرنده ظاهری زیبا و آراسته هستش، چون پرندگان به تمیزی خود اهمیت می دهند. اونها بلا فاصله بعد از خوردن غذا منقار خودشون رو پاک می کنند و معمولا در حال پرارایی و آراستن پرهاشون هستند. اگر منقار پرنده دچار شکستگی کسیفی چند لایه شدن باشه بهتر جهت درمانش اقدام کنید. یکی از مواردی که رشد منقار رو کنترل میکنه استفاده از اسباب بازی های چوبی توتی هستش که با جویدنشون منقار پرنده کوتاه میمونه. پرنده سالم دارای ویژگی های ظاهری طبیعی مثل نوک و وزن نرمال و پر و بال های سالمه و ظاهری چابک و چالاک باید داشته باشه. ظاهر مدفوع پرنده سالم با پرنده‌ای که دارای بیماری و مشکلات گوارشیه فرق داره. کلا مدفوع پرندگان تحت تاثیر نوع غذای مصرف شده و بیماری ها تغییر قیافه میده غذای مصرفی تاثیر مستقیم بر فضله دفع شده پرنده داره نوع غذای توتی مانند پلت توتی و یا انواع میوه ها و دیگر موارد اینچنینی چنینی میتونه بر روی رنگ بو و حتی آبکی و سفت بودن فضله تاثیر مستقیم بذاره مثلا مصرف پلت توتی رنگ فضله رو متمایل به قهوه کم رنگ میکنه. بیماری ها هم بر فضله پرنده تاثیر گذارند. تغییر ظاهری در مطفوع پرنده مثل کشسانی شدن اون، حباب زدن، شل شدن، زیاد شدن و تغییر رنگ و بو میتونه نشونه بیماری در توتی ها باشه. در این شرایط باید پرنده رو نزد متخصص ببرید تا معاینه بشه. رفتارهای پرنده‌ای که قصد خریدنش رو دارید باید مدتی زیر نظر بگیرید به این موارد دقت کنید واکنش سریع به عوامل محیطی ایستادن و نشستن تنفس ریتمیک و طبیعی خوردن و آشامیدن یک پرنده سالم نسبت به حرکات شما خودش واکنش نشون میده و کاملا به اطرافش تسلط و توجه داره و به هر کسی که از اطراف بهش نزدیک میشه و عبور میکنه واکنش نشون میده اگر توجه توتی به اطراف کم باشه و یا دائما در حال چرت زدن و خوابیدن و بیتوجهی باشه این علائم نشونه ی عدم سلامتی پرنده هستش یک پرنده سالم به صورت طبیعی و با دو پا بر روی چوب نشیمنگاه می ایستد این در حالی است که اگر توتی دائما در کف قفس یا گوشه‌ای کس کرده باشه و به خوابه ممکنه بیمار باشه البته گاهی نشستن بر روی چوب نشیمن آن هم با یک پا نشونه بیماری نیست ممکنه هوای محیط خنک باشه و توتی برای گرم شدن پاهای خودش رو به داخل پرهاش برده و جمع میکنه گاهی هم برای رفع خستگی ممکنه پاش رو جمع کنه یک توتی که دارای بیماری های خاص و یا تنفسی نیست تنفسی کاملا بی صدا داره اگر هنگام نفس کشیدن زیر گلوی توتی مثل بادکنک کوچک باد بشه نشونه بیماری حاد تنفسیه. اگر هنگام نفس کشیدن صدای خس خس بده هم یعنی به بیماری های تنفسی یا گرفتگی مجرای بینی دوچاره. اگر پرنده ای که میخواهید خریداری کنید در هنگام نفس کشیدن دچار دو دم زدن یا تکان تکان خوردن پی در پی دم باشه یعنی پرنده بیماره حواستون باشه پرنده باید در طول روز به غذا خوردن آب نوشیدن و خوابیدن تمایل داشته باشه و سرپیچی کردن از هر کدوم از این موارد میتونه نشونه بیماری در هر پرنده باشه یا حتی اگر یک توتی بیش از اندازه و به صورت غیر طبیعی به خوردن علاقه نشون بده یا زیادی غذا بخوره ممکنه بیمار باشه. نکات مهم در خرید توتی سالم رو بیان کردیم. با این حال توجه داشته باشید که لازم توتی خانگی رو حداقل سالی یک بار نزد متخصص پرندگان زینتی ببرید که معاینات پزشکی و چکاب دوره براش انجام بشه تا با این کار جلوی بسیاری از بیماری ها گرفته بشه و به طول عمر توتی خودتون کمک کنید و از زندگی در کنارش لذت ببرید. سرپرستان آگاه معمولا نسبت به خرید اسباب بازی توتی و غذای توتی خود حساسیت بالایی دارند و از دادن غذای سفره و ممنوعه به پرندشون خودداری می کنند. همچنین سعی می کنند اشیاء خطرناک و ریز در دسترس پرنده قرار نگیرند چون اونها خیلی کنجکاوند و ممکنه به هر چیزی نک بزنند و یه قسمتی از جسم در گلوشون گیر کنه و درد سر بشه. باید به محیط قفس و نشیمنگاه های زیر پای پرنده توجه کافی داشته باشید. و همیشه یادتون باشه که استعمال هر گونه دخانیات در کنار حیوانات خانگی ممنوعه چون برای سلامتیشون مضره